روسیه و انگلیس بازیگران مهم صحنه سیاست در ایران قرن 19 بودند، ولی با ظهور آمریکا از نفوذشان در ایران کاسته شد. با این حال عکس سفرهای این دو کشور در ایران اخیراً جنجال به پا کرد. چرا؟ سلام، شاید بد نباشد در شروع بحث این هفته پرگار ابتدا نگاهی بیندازیم به عکسی که اخیراً سفرای روسیه و بریتانیا لوان جاگاواریان و سایمون شرکلیف در محل کنفرانس مشهور و موسوم به کنفرانس تهران انداختند، یعنی روی پله‌های سفارت روسیه در تهران که در تاریخ ماندگار شده به دلیل دیدار رؤسای سه کشور متحد در جنگ جهانی دوم، یعنی فرانکلین روزولت و جوزف استالین و وینستون چرچیل، که بدون اجازه پادشاه ایران وارد کشور شده بودند و در کنفرانس تهران اتحاد آمریکا و شوروی و انگلیس در مقابله با آلمان فاشیستی را به بحث گذاشتند. اتحادی که شکست آلمان را ممکن ساخت تا حدی به دلیل کمکی که از طریق ایران به نیروهای شوروی رسید. عکس اول که سفرای روسیه و بریتانیا را نشان می‌دهد در ایران واکنش‌های زیادی برانگیخت و شماری از مقامات و حتی شماری از مخالفین جمهوری اسلامی آن را دور از نزاکت خواندند. آیا این واکنش‌ها ناشی از زنده بودن خاطره دخالت‌های انگلیس و روسیه در سیاست ایران نیست؟ آیا اون عکس حساسیت برانگیخت به این دلیل که بسیاری از شخصیت‌های ایرانی کماکان سیاست امروزی را از دریچه و در پرتو تحولات دوران استعمار می‌بینند؟ صندلی خالی آمریکا در این عکس را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ آیا نوع رابطه ایران با آنی که در عکس نیست، یعنی آمریکا، بستر جنجال بر سر نوع رابطه با جهان خارج است؟ از مهمان‌های این هفته می‌پرسیم این عکس و حساسیتی که برانگیخت به ما چه می‌گوید؟ یاسمین میزر، سردبیر نشریه چپگرای کریتیک به زبان انگلیسی، و سالور ملایری، تحلیلگر مطالعات فرهنگی، مهمانهای این هفته هستند. خیلی خوش آمدید. خانم میزر، خوانش شما از عکس سفرای روسیه و انگلیس در تهران که در یکی دو ماه اخیر جنجال برانگیخت و همینطور از حساسیت هایی که ایجاد کرد چیه؟ من فکر می‌کنم حافظه تاریخی در رابطه با گذشته و دخالت‌های روسیه و انگلیس همچنان در حافظه نسلی شاید مسن‌تر هست، در حدی که حتی امروز هر واقعی در جهان یا در ایران اتفاق می‌افته بعضی‌هاشون فکر می‌کنند کار انگلیسی هست، اشتباه می‌کنند چون دیگه بریتانیا در اون موقعیت نیست، ولی این تصور هست. بله. برای نسل جوان هم از زاویه‌های دیگه‌ای این مسئله وجود داره، شاید به این دید بهش نگاه نکنند، ولی وقتی ایران رو یا کشورهای منطقه رو مقایسه می‌کنند با کشورهای پیشرفته صنعتی از خودشون سوال می‌کنند چرا ما در این موقعیتی؟ و این موقعیت اگر مطالعه تاریخی بکنند می‌دونند که ناشی از اینه که حداقل در سال مثلا شروع جنگ جهانی اول 1914 80% جمعیت جهان در کشورهای زندگی می‌کردند که مستعمره بودند. بله. و در نتیجه استعمار و دخالت بریتانیا و روسیه در مقطع اوایل قرن 20 و بعداً دخالت‌های بریتانیا و ایالات متحده بر زندگی این افراد هم تأثیری گذاشته. حتی در رابطه با مسائلی که عاجل بر فکر جوانان، مثلا چرا ما آزادی‌های سیاسی نداریم، چرا برابری جنسی نرسیدیم، دو پاسخ به این میشه داد. یکیش اینه که خب ما از نظر ملیتی ژنتیک مشکلاتی داریم، مذهب اسلام این کار رو کرده یا غیره، ولی اگه تاریخی علمی به قضیه نگاه بکنیم، پیشرفت کشورهای
پیشرفت صنعتی در کشورهای اروپایی غربی ایالات متحده تأثیر مهمی داشته در امتیازهایی که تونستن بدن به بخشهایی از جامعه، امتیازهایی که میتونستن بدن به بهای، اگه بخواید، استثماری بود که از کشورهای دیگه میکردن. یعنی منظورتون اینه که توسعه یافتگی کشورهای به گفته شما پیشرفته به قیمت توسعه نیافتن و عقب نگه داشتن کشورهایی مثل ایران بوده؟ تا حدی اینجور بوده و البته باز این سوال پیش میاد که خب چرا اینها پیشرفت کردند و پاسخهای گوناگونی به این هست. یک پاسخش طبعا انقلاب صنعتیه و این مسئله که کشور ما میتونست اینجور مورد استفاده قرار بگیره در یک جنگ جهانی، اگرچه نقش مثبتی ایفا کرد در نهایت، ولی خب در اوایل جنگ جای دیگه بود ایران. اینها وارد معاملات فکری امروزی نمیشه، ولی من فکر میکنم همه کسایی که عکس العمل نشون میدن بی تأثیر نیستند از وقایع سیاسی که پشت سر عکس هست. نظر شما چیه آقای ملایری؟ چرا این عکس چنین حساسیت هایی برانگیخت؟ من فکر کنم یکی از دلایل این حساسیت جنجالی که این عکس به همراه آورد این هست که جامعه ایران همچنان خیلی به خود، به هویت و یک جور نگاه ناسیونالیستی مبتنی بر یک هویت یک دست شده ناب همچنان خیلی این درگیر با این مسئله و هر چقدر که جامعه دچار بحران میشه، دچار سختی میشه از حیث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، به جای اینکه جامعه بتونه از یک نگاه هیستریک و تکوچی به یک نگاه تعاملی و چندوچی برسه، به خاطر ضعف در این گذار معرفت شناسانه و روانشناسانه همچنان میغلطه تو تله یک نگاه کاملا هویت‌گرا، قطعی نگر و دیگری ساز. من فکر میکنم این عکس، البته این جنجال، خود نظام جمهوری اسلامی و خانشی که از غرب داره و خانشی که خودش از امپریالیسم و استعمار داره ارائه میده سهم بسیاری داشت در اینکه این جنجال به این شکل بله دیگه رئیس مجلس گفت باید عذرخواهی کنن، وزیر خارجه پیشین آقای ظریف گفت که این دور از و بله بله. یعنی فکر میکنید جمهوری اسلامی یا مقامات جمهوری اسلامی خوب به عبارتی باد دادن چنین برای اینکه سیاست‌های خودشون رو توجیه کنن؟ یعنی جامعه‌ای که با بحران‌های نظیر کرونا و واکسن درگیره، به خصوص بحث واکسن که خیلی داغ شده بود و اتفاقاً شاید تعجب کنید بگید واکسن چه ربطی به عکس سفارت روسیه داره، ولی از قضا داره، چون یکی از دلایلی که واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد نشد همین نگاه توطئه‌گون به غرب بود و این ضدیت کوری که ما با غرب می‌بینیم و همین باعث شدش که خب جان‌های بسیاری از دست بره. بنابراین شاید جمهوری اسلامی فرصت مغتنم شمرد که توجیه کنه، که بگه بیدلیل نیست ما اینقدر حساسیم و اینقدر نگرانی‌های امنیتی داریم، برید ببینید چه عکسی گذاشتن و همچنان فکر می‌کنن میتونن هر کاری که بخوان با مملکت ما بکنن، تصمیم بگیرن. ولی شما میگید توطئه‌بینی در چنین حساسیت‌هایی هست. خانم میزر میگن که از نظر ایشون در واقع توسعه یافتگی در کشورهایی که سفراشون رو میبینیم در این عکس به قیمت توسعه نیافتگی کشورهایی است که تحت استعمار قرار گرفتن. البته ایران مستعمره نشد ولی تأثیراتش بسیار جدی بود دیگه، و این یه جوری پشتبند این خانش ها و این حساسیت ها از نظر ایشون هست. چنین چیزی نیست؟ درسته، ولی این تمام پاسخ به مسئله نیست. من قبول دارم، منتها اینه که شما تو اینجور مواقع بهتر عوامل داخل دیگر رو وارد قضیه کنید تا بدونید، بفهمید که آیا امکانهایی بود برای اینکه خسارات این مسئله کمتر بشه. حالا چون ما مشخصا راجع به این عکس صحبت میکنیم، من معتقدم عکس اصلی، یعنی عکسی که رؤسای جمهور روزولت، چرچیل و استالین بودن، اون عکس خیلی مهمه، چون این عکس دوم سفارت روسیه هی داره به اون ارجاع میده. یعنی بله، با هم حرف میزنه. بله، یک بله. دیالوگ، یک رابطه بین‌المللی بین دو تا متن، عکس رو من به مثابه متن میبینم، برقرار شده. اون وقت
لایه‌های مختلف دلالتی در هر کدوم از این دو تا متن وجود داره. من از نظریه دکتر فرزان سجودی دارم بهره میبرم در نشانه شناسی لایه‌ای. ببینید در عکس اول شما ممکن است از نگاه غرب نگاه کنید که جنگ جهانی اتفاق افتاده، با فاشیسم درگیرن، فضای جنگ یک فضای استثنایی به وجود آورده، رابطه‌ای که بین انگلیس، روسیه و آمریکا بود در پرتو این جنگ دوباره تغییر پیدا کرده، یک اتحاد جدیدی حالا اصلا حتی موقتی به وجود آورده که این تأثیر گذاشته روی سیاست بین الملل. و اون وقت شما میتونید بپرسید چرا ایران و سیاست خارجی رضا شاه از پیش این رو رصد نکرد که بخواد یک سیاست متعادلانه تری پیش بگیره، این اتحاد جدید به خصوص بین روسیه و انگلیس رو رصد کنه، و به جای اینکه تمایلات حالا یه ده میگن جرمنوفیلی که رضا شاه داشت این رو تعدیل کنه و یک جور آینده نگری رو بعد انجام میداد که انجام نداد و تنش‌ها بسیار پیش رفت و در نهایت ایران تحت حضور نظامی روسیه و انگلیس قرار گرفت. بله. یعنی این هم هست، یعنی شما باید بتونید ببینید که خب جامعه ایران در یک لول توسعه همسطح با غرب که نبود، پس چه کار میتونست بکنه که این رو تعدیل کنه، که به نظر شما سیاست رضا شاه در اون زمان چه این کاری نکرد چون لااقل شائبه نزدیکی به آلمان هیتلری رو میداد. اما خانم میزر، به گفته آقای ملایری اون عکس اول نشون میده که قدرت‌های بزرگ متحد علیه آلمان میان ایران و ایران رو پل به گفته چرچیل پیروزی علیه فاشیسم میکنن. به این معنا ایران میتونه بگه که سهم داشتم در پیروزی علیه فاشیسم. چرا اون خانش گم شده، کمتر ارجایی به اون داده میشه، در عوض این خانش اهمیت میابه وقتی عکس سفرهای انگلیس و روسیه رو میبینیم و این خانش زنده میشه که اونها اومدن در شرایطی که ایران رو اشغال کرده بودن قبلش و اومدن در واقع بدون اجازه رئیس دولت ایران، هرچند چند نفری در دولت ایران با خبر شده بودن از این ماجرا، اما بدون اطلاع شاه و بدون دیدار با شاه ایران اجلاس برگزار کردن و رفتن. البته بعد استالین رفت دیدار شاه ایران. یه مقدارش اون تاریخ اول قرن 20 که این تأثیر رو میگذاره، یعنی در به نظر شما موجهه، یعنی این شرایط اون زمان شرایطی بالاخره برای خاطره مردم ایران همچنان اون قضیه هست. این تعجب آوره که مردم ایران افتخاری نمی کنند به نقششون در پیروزی جنگ جهانی دوم، چون نقش حساسی ایفا کردن. در نهایت چرا فکر میکنید؟ من فکر میکنم شاید اون هویت ملیه و یک خجالت از کل این واقعه، خجالت از قبل از این که رضا شاه رو عملاً به تبعید فرستادند متحدان، خارجش کردن، سوار کشتیش کردن غیره، و خجالت از اینی که اگر بخواید این اجلاس و کل این برنامه دخالت، استفاده از ایران برای فرستادن ارتش به مرز شوروی غیره، بدون دخالت هیچ کس، بدون اجازه بدون مذاکره، یعنی اینه که مهمه در اذهان ایرانی ها. و فکر میکنم این تا حدی این هویت ملی رو نشون میده. این هویت ملی در همه کشورها نیست، در همه کشورهای مستعمره هم نیست. شاید تاریخ پیش از اسلام ایرانه و داشتن امپراتوری بر خود ایرانه که باعث به وجود آمدن این نوع خجالت از ضعفه یا اینکه در واقع بدون اجازه ما اومدن اینجا. ولی این احساس تحقیر برمیگرده به قرن 19. ما میدونیم تاریخ دوره جنگ های ایران روس خیلی زنده است در اذهان ایرانیان، که اولین باری که ایرانی ها احساس تحقیر کردن به این معنا که ما چقدر عقب مونده ایم، ما میخونیم عباس میرزا ندای چنین احساسی شد وقتی که در جنگ با روس‌ها دیدن اونها از نظر ادوات و آرایش جنگی، تکنیک‌های جنگی چقدر پیشرفته هستن، و خیلی از این سفرا و حتی مستشرقا که میگن عباس میرزا رو دیدن، سوال اصلیش این بود که چرا ما عقب مونده ایم، به لفظ امروز چرا ما توسعه نیافتیم. چرا این احساس تحقیر
به این بحث توسعه نیافتگی بر نمیگرده، بلکه بر میگرده به بحث وابستگی، دخالت، نمیدونم ایران رو، چون اینا دو چیز متفاوت میتونه باشه. نه، دو چیز متفاوت میتونه باشه ولی به هم مربوطه. به هم مربوطه به این معنا که یکی باعث دومی شده ولی در یعنی دخالت خارجی دخالت باعث توسعه نیافتگی شده. دخالت خارجی و برای بریتانیا یه مدت ایران فقط زمینه‌ای بود، جایی بود برای این که از طریق اون هند رو کنترل کنه. مسئله ایران مطرح نبود. تنها بعد از 1905 به بعده که ایران مهم میشه برای نفت. به خاطر نفت و دارسی و غیره. ولی در کل در برای مردم ایران حتی در اون مقطع مسائل روزمره مهمتره، دخالت روزمره مهمتره تا پیدا کردن این دلایل. ولی در نوشته های خیلی از روشنفکران اون دوره، کسایی که فکر میکردن، این سوال پیش میاد که ما نه فقط ما به عنوان ایران، ما به عنوان شرق چرا عقب افتادیم و کسی پی شاید پاسخ پیدا کردن این پاسخ در نوشته های اروپایی ها نیست. اروپایی ها در این رابطه زیاد نوشتن، مشخصا در رابطه با رشد نیروهای مولده، در رابطه با انقلاب صنعتی، در رابطه با نقش نیروی دریایی بریتانیا، اول هلند بعد بریتانیا که استرو امپایر. در نتیجه ایرانی ها نرفتن پی این بحث ها در سطح جامعه، در سطح روشن فکری رفتن ولی در سطح جامعه به این مسئله فکر نکردن. ما باید توجه کنیم وقتی بحث از توسعه یافتگی و استعمار رو غرب میکنیم، باید تفکیک قائل شیم بین به اصطلاح قدرت سیاسی که غارت میکنه، فتح میکنه با زور، و قدرتی که از طریق قدرت اقتصادی و با دست پرکالا وارد میشه و از طریق یک جور نحو مبادله کالایی وارد کشور شما میشه. چون میدونید استعمار ریشش معنی مثبت داشت، یعنی طلب عمران و اعمار کردن، آبادانی کردن اینا. چرا؟ به خاطر اینکه یک آستانه مبادله ایجاد شه بین جهان با توسعه یافته و جهانی که با توسعه کند هست یا توسعه شتابان نداره، که بتونن مثلا شما بعد مثلا یه کشوری جاده داشته باشه که شما بتونید مثلا ماشین بهش وارد کنید، یا حالا مثال زدم. بنابراین این خیلی فرق داره. شما نباید غرب رو مثلا چه میدونم حمله مغول نگاه کنی که یه عده میان مثلا با وحشیگری مثلا غارت میکنن. این که شما منطق این قدرت نوظهور جدید رو بشناسی، اون وقت باعث میشه که بفهمی الزامات توسعه یافتگی چیه. اون وقت باید برگردی به خودت، سنت‌های خودت رو وارسی کنی و به ایده هایی فکر کنی که باعث میشه شما از صرف نگاه تحکمی سیاسی به قدرتی برسی که توأم با قدرت اقتصادی است، در تبادل با دیگری اتفاق میفته، در یک جور امنیت اقتصادی اتفاق میفته که شما رضایت داری از طریق تبادل. یعنی شما از طریق یک جور عقلانیتی که بر اساس رواداری و یک جور منطق دموکراتیک شکل میگیره که توش مبادله اقتصادی در جریان بیفته، مجبوری اینجوری نگاه کنی که بتونی باز مجدد میگم تعدیل کنی خودت رو با یک جهانی که توسعه. آیا منظور شما اینه که خوانش درست‌تر از این عکس‌ها باید این می بود که به جای هویت گرایی بیشتر به تعامل روی بیان، یعنی دقیق. به همین بحث چرا توسعه نیافته ایم و خودمون باید چیکار کنیم که توسعه بیابیم. ولی خانم میزر میگن که خواه نخواه در اذهان بخصوص اونهایی که بهتر تاریخ رو میشناسن، این توسعه یافتگی غرب و توسعه نیافتگی شرق، اینجا شرق منظور در این مورد خاص ایرانه، اینا به هم وصله و نمیشه این دوتا رو، استعمار و توسعه نیافتگی رو، از هم جدا کرد. من خیلی موافق این صحبت نیستم که علت توسعه نیافتگی شرق غربه. یعنی این چیزیه که باز امثال واکنش هایی که این اخیرا به این عکس دیدیم باز اون رو داره تحریک میکنه. یعنی یک جور فرافکنی، مقصر و دیگری دیدن، و نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شما عاجزی از این که برگردی با خودت دیالوگ کنی، سنت خودت رو به چالش بکشی و
به الزامات توسعه و سیاست‌های دموکراتیک‌تر فکر کنی، به جای اینکه همه چیز رو در پرتو توطئه تحکم یکسویه قدرت سیاسی از بالا ببینی. اونجوری شما دیگری هم غرب رو هم مثل خودت می‌بینی، به جای اینکه پرسش کنی غرب چطور به همچین اون پرسش معروف عباس میرزا که شما به درستی مطرح کردی، یعنی شما به این پرسش دیگه فکر نمی‌کنی، شما یک نگاه توهم آلود داری که می‌خوای همه چیز رو تحت تقصیر دیگری بندازی. خانم میزر، ما باید نگاه کنیم به دور و بر خودمون. آیا کشوری هست بدون مشکلات هویتی ما، بدون میهن پرستی ویژه ما، که تونسته یک رابطه دموکراتیک درست و حسابی داشته باشه؟ نداریم. و یکی از عللش اینه که تضادهای طبقاتی در جاهایی مثل ایران به مراتب بیشتره و خیلی سریع یک حرکت بسیار کوچیک، یک اعتراض کوچیک تبدیل میشه به روبرو شدن نیروی نظامی با مردم عادی و در نتیجه سرکوب میشه. سرکوب مختص کشور ما نیست. کشور ما ویژگی هایی داره در این رابطه، ولی مختص نیست به کشور ما. نگاه کنید به مصر، نگاه کنیم به ترکیه، نگاه کنیم به منظور شما اینه که اینها میراث دوران استعماره؟ اینها تنها دلیلشون نیست و واقعا تنگ نظری است اگر ما بگیم همه مسائل این کشورها رو میتونیم روی این مسئله حل کنیم، روی این مسئله جمع بدیم، ولی بی ربط نیست. چرا که اون دوره استثمار تبدیل شده به دوره به اصطلاح توسعه اقتصادی که کشورهای غربی نیروی کار ارزان می‌خواستند، هم می‌خواستن کالاشون رو بفروشن هم نیروی کار ارزان می‌خواستند، ولی نیروی کار ارزان به چه قیمتی صورت می‌گرفت؟ حتی در این کشورهایی که توسعه داشت شکل می‌گرفت، به این قیمت صورت می‌گرفت که دولت‌های سرکوبگر به معنای کلی کلمه محبوب‌تر بودند. در امریکای لاتین محبوب‌تر بودند، در خاورمیانه محبوب‌تر. خانم میزر، ما کشورهایی نداشتیم که رابطه‌ای که شما توصیف می‌کنید رو با جهان توسعه یافته داشتن، حتی بیش از ایران تحت تاثیر قرار گرفتن، کاملا مستعمره بودن، اما بعداً تونستن رابطه منطقی تری با همین کشورهای استعماری برقرار کنن. نزدیکترینش به ما ترکیه است دیگه. ترکیه که اصلا کل امپراتوریش از هم پاشید، در یک دوره اصلا معلوم نبود چیزی به اسم ترکیه حتی بتونه بمونه، در نهایت تونستن نجات بدن بخش میشه گفت هسته‌ای اون امپراتوری رو، و طی بیش از نیم قرن الان رابطه منطقی تری با غرب داره دیگه. طبعاً من منکر این نیستم و رابطه ایران با غرب رابطه قابل توصیه‌ای برای هیچ جای دنیا نیست. مشکل ایران فراتر از اینه. مشکل ایران به نظر من اینه که از انقلاب بهمن تنها یک چیز برای جمهوری اسلامی مونده و اون شعار دادن در رابطه با غربه. چون اینطور نیست که ایران رابطه بهتری با حتی با ایالات متحده نمیخواسته در کل این 43 سال. درست در مقاطعی خیلی قدم‌های جدی برداشته برای این کار، ولی صورت نگرفته، این پیش نیامده یا همزمانی نبوده بین موقعی که ایالات متحده این رابطه رو میخواسته و موقعی که ایران اینو میخواسته، و یا اصولا پیش نیامده. ولی واقعیتش اینه که برای جمهوری اسلامی تنها هویتی که میتونه آزادی که نمیتونه بگه داده، نان که نمیتونه داده، تنها چیزی که میتونه بگه و اسلامش الان حتی برای مدافعان خودش هم زیر سواله. وقتی میبینیم که اگه بخواید وابستگی فرهنگی حتی صاحبان قدرت به کجاست، اینش هم تنها چیزی که مونده این شعار امریکاست و این دست و پاگیره. و جالب این که در این عکس امریکا قایبه، همونجوری که گفتیم، شاید این به قول انگلیسی ها the elephant in the room باشه، فیلی که در اتاق ولی دیده نمیشه. تأثیر صندلی خالی امریکا بر اذهان در این عکس چجوری شما ارزیابی میکنید؟ یا به عبارت دیگه فکر میکنید معنیش چیه که اون صندلی خالیه و دو سفیر دیگه که دو قدرت مهم در ایران بودن صندلیاشون هست و عکس میگیرن؟ میشه گفت حضور شبهگون آمریکا در عکس پراکنده است. اون عکس من اینجا
به یک نکته میخوام اشاره کنم، اینکه چرا آمریکا در عکس نیست یا حتی اینکه معنای این عکس چیه. ببینید همه شروع کردن از فردا اینکه چه پیامی میخواست غرب یا روسیه برسونه. آره بگم اینجا ضمن به بیننده ها باید گفت و بشنونده این برنامه که هر دو سفیر عذرخواهی کردن و هر دو گفتن که منظورشون برانگیختن احساسات ایرانیان نبوده، صرفا یه عکس میشه گفت برای خود دو سفیر بوده، شاید قصد انتشارم نداشتن، برای اینکه به خاطر بیارن که ایران چه سهمی در مبارزه با فاشیسم داره. آره درسته، ولی خب پاسخ اونها هم جالبه، چون گفتم لایه‌های دلالتی مختلف هست. پاسخ سفرا در حقیقت میخواد در راستای اون گفتمانی که غرب خودش از طریق این عکس داره خودش رو نمایندگی میکنه بگه، یعنی ارجاع میده به همون عکس اصلی، بگه که ما میتونیم متحد بشیم و در برابر جبهه فاشیسم مثلا تونستیم متحد بشیم و فاشیسم رو شکست بدیم و الان داریم یه جور بزرگداشت میکنیم. یعنی این اصلا ربطی به استعمار و بی‌عدالتی اینا نداره. در حقیقت این سفرا اون به اصطلاح لایه دلالتی که جامعه ایران باهاش درگیر هست رو کاملا نمیبینن که بگن که اوکی شما مثلا اومدید تونستید با یک اقتدار به اصطلاح بوروکراتیک و سیاسی این کار رو انجام بدید، ولی متوجه نیستید که استقلال، تمامیت ارضی و حق یک ملتی رو زیر پا گذاشتید به همین سادگی، صرفا به خاطر اینکه مثلا جنگه. یعنی اگه این سفرا میتونستن این دوتا رو در کنار هم قرار بدن و یک روایت سومی رو ارائه بدن، بسیار شاید تر بود. این راجب این واکنش سفرا که شما اشاره کردید. اما برگردم به پرسش قبلیتون و نبودن آمریکا در عکس. ببینید همونطور که گفتم همه فکر میکردن از فرداش که آیا مثلا این راجب برجام داره پیام میده، راجب مثلا آمریکا باید بیاد جمهوری اسلامی باهاش سازش کنه، یا مثلا ورژن معروف مورد علاقه آقای ظریف که مثلا دیگه نمیتونید برای ما تصمیم بگیرید در سفارتاتون و این حرفا. بنابراین همه میخوان بدونن معنا چیه. من میخوام این نتیجه رو بگیرم که اتفاقا سیاست در همین عدم قطعیت و سیالیت معنایی داره اتفاق میفته، تا جایی که معنای مشخصی شما بتونید سراغ بگیرید و بگید که پیام این بوده. آقای ملایری نقد کرد جمهوری اسلامی و نگاهش رو به این قضیه، در این حال نقدی هم به شرایطی که باعث شد رؤسای اون سه کشور قدرتمند بیان ایران، یعنی نقد سیاست‌های رضا شاه پهلوی در صحبت‌هاش بود. اما نقد خود غرب چی؟ اگر این صندلی خالیه، آیا این به تمامی در واقع ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامیه؟ برای اینکه خیلی‌ها معتقدن که آمریکا تحت شرایطی میتونست بیاد این صندلی رو پر کنه، یعنی سفیر آمریکا میتونست، اگر نه سفیر کاردار یا نمایه هر چیزی که اسمشو بگذارید. خب و ما میدونیم در سندهایی که این چند ساله در اومده، چندین بار ایران تقاضا کرد از آمریکا، در دوره خاتمی چنین تقاضایی شد که بیا و ما میتونیم شرایطی فراهم کنیم که شما، ولی زخم تسخیر لانه جاسوسی از نظر جمهوری اسلامی و سفارت آمریکا از نظر دولت آمریکا چنان در واقع زنده است که آمریکا نیومده و نمیتونه از این بگذره. به این ترتیب این بحث حیثیتی کردن از سمت دیگه هم هست دیگه، غیر از اینه؟ کاملا درسته. ببینید در دو مقطع حساس در اوایل قرن 21 ایران اگه بخواید فرش قرمز ریخت برای ایالات متحده. در مقطع حمله ایالات متحده به افغانستان هر کمکی میتونست کرد ایران، هر کمکی الان ما خاطرات ژنرال های امریکایی رو داریم، میدونیم که این کار رو کرد. در مقطع جنگ عراق البته که پیش قدم شد، چون دشمن چندین سالش رو داشت ایالات متحده از قدرت خارج میکرد. و در هر دو در این مقاطع خاص که البته مصادف بود با دولت جمهوری خواه و دولت جمهوری خواه نئوکنسرواتیو در ایالات متحده، ایالات متحده نرفت به اینها، بلافاصله بعد از اون که ایران رو که یکی از محورهای شرارت. در نتیجه درست صحبتی که شما میکنید، ایران رفت پی این، ایالات متحده نمیتونست در اون شکل از دولت جمهوری خواه آشتی کنه با ایران، ولی دولت های دموکرات هم نمیتونند، کلینتون یا بایدن نمیتونند بالکل فراموش کنند. ولی باید گفت زمان هم
بد جوری با هم جور آره، در نیومده. یکی از سیاستمداران آمریکا اتفاقا همینو گفته بود، گفته بود که ما هیچ وقت در فرکانس هامون روی هم نیفتاد. این خیلی مهمه که ما غرب رو یک دست نبینیم که در تمام دهه های تاریخ معاصر یک چیز بوده، یک شکل فکر کرده و در یک به اصطلاح اتفاق خیلی عجیب غریبی که همه با هم متفق بودن یک سیاستی راجع به خاورمیانه و غرب شرق اعمال کردن. این تفکیک ها از این جهت مهمه که شما میتونید در حقیقت وقتی خودتون به توسعه فکر میکنید بتونید بر اساس الزامات توسعه سیاست های متناسب با اون الزامات رو در رویکردتون با جامعه جهانی پی بگیرید که به قول شما بتونید این جنجال های هیستریک و هویتگرا رو کاهش بدید در آینده. بنابراین اینجا فقط قدرت سیاسی هم مهم نیست، کلیت جامعه وقتی باید به یک درکی برسه که همونطور که خانم میزر فرمودن وقتی تحریم ها اینقدر فشار میاره به من یا وقتی من خودم رو در یک همسط نمیبینم با غرب از نظر توسعه و قدرت اقتصادی، چطور میتونم به یک اقتصاد مولدی برسم که تقاضای مؤثر ایجاد میکنه و باعث میشه این تقاضای مؤثر به جایی که استثمار و سلطه بیاره در حقیقت یک جور همارزی و یک جور به اصطلاح مراوده پویا و مولد بیاره که توش خلاقیت و بست دموکراسی و جامعه مدنی از توش در میاد. متوجهم. فکر کردن به این ایده ها در حقیقت یک شبه و با یک انقلاب اتفاق نمیفته. متوجهم. اون چه که شما خانم میزر میگید که معادله توسعه یافتگی در کشورهای متروپول، کشورهای استعمارگر، کشورهای پیشرفته هر اسمش رو بگذاریم و توسعه نیافتگی در سمت دیگه است، آیا به اون نگاهی نمی انجامه که آقای ملایری هیولاسازی از غرب می نامه، یک دست کردن و یک کاسه کردن غرب و در نتیجه ناموفق بودن در ایجاد یک رابطه معقول و منطقی با غرب؟ درسته و نباید این کار رو کرد، ولی من حتی غرب و شرق نمیگم، من حتی فرای این میگم، میگم یک روابط اقتصادی در سطح جهان حاکم بوده. این روابط اقتصادی یک گذشته‌ای داشته، یک تاریخی داشته و یک حالی داره و این رشته به هم پیوسته است. این فاصله بین این اتفاق نیفتاده. اگر بخواید از بعد از قرن 15 میلادی این یه روندی بوده و این روند بی تأثیر نبوده در این که حالا ادهی مثل ادوارد سعید ممکنه بگن از دوره هومر اینجور بوده بله. که به شرق با دید ضعف نگاه میکردند و غیره، ولی اگه علمی تر بهش نگاه بکنیم، فرهنگی نگاه نکنیم، چون فکر کنم مثلا افرادی مثل ادوارد سعید فرهنگی نگاه میکنن بله. اگه هم فرهنگی هم اقتصادی به قضیه نگاه بکنیم، این نظام اقتصادی که اتفاقا الان چین رو هم شامل میشه بله. چون چین یک کشور در صورت در روابط سرمایه‌داری گسترده است و به نوعی داره جای خاصی بر خودش پیدا میکنه در این دنیای اقتصادی، این نظام منافع دراز مدت خودش رو در حال حاضر در سازندگی در کشورهای در حال توسعه نمیبینه. در یه مقطعی میدید در پایان جنگ جهانی دوم سازندگی مهم بود، هم به خاطر کالا، فروش کالا، عرضه کالا، نیروی کار غیره. الان این رو نمیبینه. این مقطع به نظر من مقطع خاصی است از این نظام، جایی که این نظام اقتصادی الان داره. یعنی فکر میکنی نظام اقتصادی سرمایه‌داری جهانی در حال حاضر به این ترتیب وصل شدن بهش هیچ امتیازی برای کشورهای ایران نخواهد، کشورهای چون ایران نخواهد داشت، هرچند به گفته شما ایران در اون دامنه هست در حوزه مناسبات سرمایه داری، ولی وصل نیست به کشورهایی که میشه گفت منبع اصلی این نوع نظام هستن. وصل شدن بهش اشکالی نداره از دید من، چون به نظر من اقتصاد تعیین کننده سیاسته. بعضی خودشون رو گول میزنن که سیاستشون جداست از اقتصادشون، ولی نباید فکر کنیم که این وصل شدن تغییر اساسی در معیشت روزمره مردم ایران به وجود خواهد آورد. اوضاع رو بهتر خواهد کرد، منکر نباید شد که اوضاع رو بهتر خواهد کرد، ولی در دراز مدت شما نگاه بکنید
منطقی داره این نظام اقتصادی و این نظام اقتصادی داره این منطق رو جهانی پیاده میکنه. دوره سازندگی کشور، ببینید بایدن خیلی رک و واضح میگه بعد از خروج از افغانستان، میگه ما کارمون ملت سازی، نیشن بیلدینگ نیست. بله. درسته؟ بله. یعنی داره تکلیف خودش رو روشن میکنه. این نظام با بحران روبروه. بله. و به خاطر برخورده با این بحران منطقی حاکم بر جوانب مختلف حرکتش و این منطق نمیذاره معیشت کشورهایی چون ایران بتونن مشکلاتشون رو به طور اساسی حل کنن. به این ترتیب از نظر شما شاید عکس ایدئال عکسی است که در اون هر سه صندلی خالی باشه، نه؟ نه نه، من فکر میکنم اتفاق عکس ایدئال اینه که امریکان باشه، چون توهم نسبت به اینی که ایالات متحده میتونه همه مسائل ما رو حل کنه کمتر خواهد شد. و این به اصطلاح این دید دروغین، این نمای غلط که ما میتونیم اقتصادی وابسته داشته باشیم ولی هی هم شعار بدیم علیه ایالات متحده، اینو بشکنه. بله آقای ملایری، در مطالعه واکنش ها به این عکس من متوجه چیز جالبی شدم، اونم این که چیزی که شکاف دولت ملت، در مورد خاص ایران باید بگیم شکاف حکومت ملت، چون دولت بخشی از این شکاف حکومت ملت نامیده میشه، در واکنش ها به اون عکس خیلی مشاهده نشد. یعنی واکنش ها یک دست بود، همینجوری گفتم یک فرد مخالف جمهوری اسلامی ابراز انزجار میکرد، رئیس مجلس ایران هم چنین ابراز انزجاری میکرد، اما در ماجرایی مثل مثلا چگونگی مواجهه با طالبان شکاف دولت ملت یا حکومت ملت کاملا واضحه در هفته‌های اخیر. یعنی توی شبکه‌های اجتماعی، توی رسانه‌های غیر حکومتی می‌بینیم که عموما همدلی با پنجشیر، عموما همدلی با کسانی است که مقابل طالبان ایستادند، اما حکومت ایران میشه گفت که کمابیش کنار اومده با طالبان، حداقل تا این لحظه. به این ترتیب اینجا در بحث مواجهه با طالبان شکاف حکومت ملت کاملا آشکاره، ولی در واکنش به عکسایی که ربط پیدا میکنه به قضیه استقلال، وابستگی، تاریخ وابستگی، این چیزا، میبینی که این شکاف به هم میاد. اینو چجوری میشه تفسیر کرد؟ خب همونطور که خانم میزر گرامی هم اول برنامه توضیح دادن، به خاطر اینکه این حافظه تاریخی همچنان فعال، بخشیش هم موجهه. یعنی شما حضور از حضور روسیه و انگلیس در دوران قاجار نگاه کنید که مداخله میکردن و اتفاقا وقتی که سیاست های به اصطلاح بیشتر بر اساس نوسازی تجدد انجام میشد، اینها جلوشو میگرفتن، تا بعد برسید به قوای نظامی روسیه و انگلیس در ایران، تا بعد برسید به کودتای که جلوی نهضت ملی رو گرفت، دولت 28 مرداد که دولت یعنی و بعد هم حتی من میتونم بگم تحریم ها. اما یه نکته ای تو صحبت خانم میزر بود که گفتن که اگر هم گشایشی بشه، فرضاً تحریم ها بیاد، اینا ممکنه حالا اوضاع بهتر میشه ولی مسائل اساسی مثلا یه جامعه مثل ایران رو حل نمیکنه. من این رو خیلی موافق نیستم، چون جامعه ایران نیروی انسانی بسیار پویایی داره. در این چند دهه هم یک سری نهادهای مدرنی به هر شکل گرفته، از NGO ها گرفته تا نهادهای آموزشی، تقاضا و شیفتگی بسیاری که نسل جدید داره مشارکت کنه، کار کنه، در عرصه سازندگی و آموزش و تکنولوژی بیاد وسط. به نظر من این گشایش در حقیقت کمک میکنه که منظور شما از گشایش تعامل با غرب و به اصطلاح پیامدهای مثبت اقتصادی که ممکنه به همراه داشته باشه، این قشر جدید رو به جایی که انقدر از افسردگی میاره بیرون، امید به آینده میده و از همه مهمتر امنیت اقتصادی ایجاد میکنه که یکی از مهمترین عوامل در شکل گیری توسعه و از جمله دموکراسی. مشکلی که هست از دید من اینه که امید به این که همه مسائل با یک رابطه با غرب حل شدنیه، این هم مشکلاتی میآفرینه. چرا که ببینید در هر صورت ایران که رفت قدم اول رو برداشت، در غرب ترامپ داریم، در بریتانیا جانسون داریم، در هر کشوری تغییر و تحولات داریم و این تغییر و تحولات
خودش رو در نوع رابطهشون با ایران هم نشون میده. در نتیجه فقط رابطه با غرب نیست که حلال این مشکلاته، در دراز مدت با جمهوری اسلامی نخواهیم تونست به حل این رابطه یکی از چیزهایی که مقفول موند در این ماجرای مربوط به عکس این بود که این عکس سفرا ارجاع میده به عکس رؤسای کشورهایی که گفته میشه با وساطت فروغی صدر اعظم رضا شاه اومدن ایران، برای اینکه فروغی در واقع یه جوری میخواست تا اونجایی که ممکنه آسیب و کاهش بده، یعنی بگه که شما بیایید و در اینجا پیمانی ببندید که بر اساس اون ایران بگه که من بی‌طرفم و از این جهت صدمه کمتری ببینه. فروغی اتفاقا نمونه اون نوع سیاستی که شما گفتید کمیابه. به نظر من یکی از دلایل اقبال نسل جوان به خصوص به تاریخ مشروطه، به روشنگران ایرانی صدر مشروطه، یه دلیلش همین هست، چون اون افراد در حقیقت در عین اینکه نگاه ملی داشتند، این نگاه ملی نگاه مبتنی بر به اصطلاح خیلی دموکراتیک بود، هویت‌گرا خیلی نبود، ناسیونالیست منفی نبودش که دیگری ستیز باشه و بخواد، البته بخشایی هم بودن از روشنفکر ایرانی که خیلی دیگری ستیز و قوم‌گرا بودن، ولی وقتی میرسیم به افرادی مثل فروغی، کسانی بودن که به سنت و فرهنگ ملی و ظرفیت‌هاش باور داشتن، منتها از خاستگاهی نوین و متجدد میخواد این سنت رو وارسی میکردن و بنابراین خیلی ذهن گفتگویی تری داشتند وقتی خود رو با دیگری مقایسه میکردن، با غرب مقایسه میکردن. البته یک یادداشت یه نویسنده داخل کشور در ارتباط با همین قضیه خاطرم این بود که بله، ولی فروغی شاهد 28 مرداد هنوز نبود کودتا و شاهد جنگ، به خصوص جنگ زنده تره در اذهان نسلهای جدید تر، این رو هم باید در نظر داشت دیگه. درسته، کاملا. نه من با این سخن موافقم، یعنی اینجوری نیستش که مثلا نظام سیاسی مستقر در ایران مقصر اصلی یا عامل اصلی ایناست، یک سری اتفاقات تاریخی هم اتفاق افتاده که در حقیقت تقویت کرده، بها داده به این شکل از ستیزی که تو جامعه ایران به وجود اومده و ترمیم این ستیز البته زمان میبره، اینو باید قبول کرد. ولی خب این چون مثال فروغی رو زدید، من یاد یک حتی یادم آقای ظریف یک بار در مجلس ایران برای کاری دعوت شده بوده، اینا کتاب یادداشت‌های فروغی زیر دستش بود و این بسیار جالب بود. بنابراین میشه گفت مثلا یک جناحی از حاکمیت که مبتنی به اصطلاح علاقه داره به گفتگو، به تنش‌زدایی در خود اون چارچوب نظام جمهوری اسلامی، میخواد این مسئله پیش ببره، که حالا از جناحش، از سابقش، از جناح آقای رفسنجانی شروع میشه، بعد به اصلاحات میرسه و بعد حالا به دولت آقای روحانی که شکست خورد و به جایی نرسید. به نظر حالا میخواد این سنت رو هم دوباره احیا کنه، بدون اینکه در حقیقت یک جور مجوز سیاسی بگیره برای بازخوانی سنت مشروطه‌گران، روشنگران ایرانی در دوران مشروطه متأخر به خصوص. یعنی حالا چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر ضرورتی که احساس شده. یعنی شما وقتی به توسعه فکر میکنید نمیتونید همچنان هویت‌گرا و دیگری ستیز باشید، شما نمیتونید دم از حل مشکلات اقتصادی بزنید اما از دولت حزب‌اللهی و انقلابی حرف بزنید، نمیتونید، چون این دوتا بحرانزایی میکنه، تصادم ایجاد میکنه. ببینید حدی از مناسبات دموکراسی چون مبتنی بر تکنولوژی و دانش و علم هست، نیاز هست که شما بتونید بحرانهای اقتصادی رو رفع بکنید. بنابراین شاید این به یاد آوردن چهرهایی مثل فروغی از این نظر کمک کنه. شما خیلی احساس همفکری با اون خطی که فروغی یکی از چهرهای شاخصش ندارید، برای اینکه اونها کسایی بودن که مثلا فروغی عامل در واقع ادامه سلطنت شد دیگه، یعنی انتقال به محمد رضا شاه رو ممکن کرد. فکر میکنید تخریب اون نوع فکر، فکری که به حدی از تعامل با غرب، به استمرار نظام سلطنتی و به میشه گفت در نهایت حدی از همکاری با استبداد انجامید، اون تا چقدر عامل مشکلات در حوزه توسعه نیافتگی، تا چقدر در واقع کمک میتونسته بکنه به توسعه یافتگی؟
در مقاطعی کمک کرده به توسعه یافتگی. یعنی شکی نیست که اگر دوره فروغی به بعد رو نگاه بکنیم، کل دوره محمد رضا شاه رو نگاه بکنیم، ایران راهی رفته که راه توسعه اقتصادی، توسعه صنعتیه. مشکل اینجاست که نمیشه تصور کرد اگر این نبود چی میشد. یعنی اینجور مسائل خیلی سخته پیش بینیش. بله. چون حتی میشه تصور کرد که یک دولت ملی در ایران رابطه مناسبی با غرب داشته باشه. در ایالات متحده، حتی در مقطع دهه سی، اوایل دهه سی، این مسئله مطرح بود که بگذاریم ایران نفتش رو داشته باشه، درآمدش رو داشته باشه و میتونیم یه رابطه درست حسابی باش داشته باشیم. نمیشه تصور کرد که الزاماً تنها ادامه استبداد و اون نوع رابطه با غرب بود که میتونست توسعه اقتصادی. شاید میشد در برابر اون نوع استبداد سلطنتی ایستاد، ولی رابطه درستی داشت که اتفاقاً مانع به قدرت رسیدن مذهبی ها در نهایت بشه. ممکن بود بشه، ولی در خانشی که از عکس سفرهای انگلیس و روسیه داریم، میتونیم بگیم که اون صندلی خالی آمریکا اینجوری که داره پیش میره دیر یا زود ممکنه پر بشه با صندلی سفیر چین؟ پیشاپیش شده به نظر من، یعنی این اصلا اتفاق افتاده پیشترن. منتها بحث سر اینه که این همچنان این تعادل در سیاست خارجی وجود نداره. شما اگر فکر میکنید با غرب اگر مراوده ایجاد کنید وابستگی میاره، دلیلش این نیست که اگر پس با شرق مراوده ایجاد کنید وابستگی نمیاره. یعنی جای غرب و شرق فرقی بر این معادله نمیذاره. بحث سر اینه که شما بتونید با تمام کشورهای دنیا بر اساس منافع ملی خودتون که بر اساس نگاه توسعه محور و دموکراتیک هست تعریف شده این منافع ملی، اینم مهمه، بر این اساس باید با تمام، با هر کشوری که میتونه به جهت پیشبرد این منافع کمک کنه رابطه برقرار کنید. ولی این در حقیقت بحث سر اینه که آیا این همه امتیاز دادن به چین این منافع ملی رو تضمین آیا میکنه یا نه. از نظر اقتصادی به خصوص وقتی در شرایط تحریم هستیم واقعا، و به خصوص وقتی رابطه مشکلداری که جمهوری اسلامی با غرب داره، شاید واقعا چین به عنوان یک فرصت دیده بشه. من حتی با این خیلی مخالفم نیستم. اگر قرار نفعی برسه به مردم، حتی اندک ما باید دفاع کنیم. ما باید دفاع کنیم از این، چون به هر حال نفعی میرسه به سفره مردم، به مبادلات اقتصادی جامعه. اما از حیث سیاسی اگر این به اصطلاح وابستگی به چین، این سرمایه داری امنیتی نظامی که متمرکز هست و دولتگرا هست، دولت یعنی حاکمیت منظورمه، اگه قراره این رو تقویت کنه و به ضرر نهادهای مدنی تموم شه که تا الان شده، یعنی تجسس و سرکوب داره جواز پیدا میکنه مدام، به خصوص از حیث سخت افزاری جمهوری اسلامی داره مجهز میشه به اینها از طریق این وابستگی به شرق، بنابراین باید همچنان این رو هم مد نظر قرار داشت و نقدش کرد. خیلی ها میگن که خلایی که نبود آمریکا به جا میگذاره اینجا و اونجا در دنیا با چین داره پر میشه. این صندلی خالی، سوالی که ازشون پرسیدم و ازشون پرسیدم، این صندلی خالی به این معنا ممکن هست با چین پرشه؟ شما نظرتون چیه راجبه و به خصوص نگرانی که ایشون بیان کردن؟ نگرانی که نگرانی بجاییست. چین و روسیه دیدگاه خاصی دارن راجبه کشورهایی که باشون همکاری میکنن. مشکل اینجاست که ما وارد مرحله خیلی جدیدی داریم میشیم در نوعی جنگ سرد بین ایالات متحده و چین. ولی تا قبل از، اگر این به این صورت پیش نره، اگه تا الان نگاه بکنیم، چین خیلی مشخص کرده و واضحه چرا مشخص کرده که بدون حل مسئله برجام و برداشته شدن اون تحریم‌های اخیر، تحریم‌هایی که بر سیستم بانکی ایران و مالی ایران تاثیر داره، اون صندلی رو پر نخواهد کرد. و خیلی واضحه، چون برای چین ایران یک کشور از ده ها کشوری که باهاش رابطه اقتصادی داره و حاضر نیست و نبوده
جریمه تحریم ها رو بده، چون باید جریمه بده، جریمه مالی شده تا حالا و ادامه نخواهد داد. در نتیجه چین اون صندلی رو پر نخواهد کرد و اگه کسی توهم داره راجع به این، به نظر من آشنایی کافی با اقتصاد سیاسی چین نداره، باید بره اقتصاد اونجا رو. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه یاسمین میزر و سالور ملایری. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی میتونید دریافت کنید. ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.